و سایر رسانه‌های گروهی کشورمان نیز سخنی از صدیق افغان دانشمند جوان کشور دارند. در هر نشریه و روزنامه ژورنالیستان و خبرنگاران کشور ابعاد مختلف زندگی و امور تحقیقاتی صدیق افغان را به بررسی گرفته درباره اهمیت کشفیات تازه وی در عرصه ریاضی مطالب و مقالات ارزشمند به چاپ رسانیدند. او در میان دانشمندان و علمای افغانی نیز به ارائه کنفرانس های علمی می‌پردازد. دانشمندان افغانی و آنانی که علاقمند آگاهی در مورد کارهای ارزشمند صدیق افغانند با علاقمندی در این کنفرانس ها شرکت ورزیده و سخنان وی گوش می دهند. محبوب افغانستان و دوستان گرامی، روز افتخار دارم که در بین مردم خود دریافت میکنم. ما شما قبلا با هم معرفی بودیم، روحاً با هم معرفی بودیم، ما امروز جسماً با هم معرفی شدیم. تصادف اصلاً وجود نداره، این ملاقات ما تصادفی نبوده. قبل از اینکه زمین با وجود بیاید، دمی روز، دمی ثانیه، دمی دقیقه، دمی زال، دمی تاپ کنفرانس با هم ملاقات کنیم. این را ما به اساس تیوری ریاضی فلسفی به اثبات میرسانم که تصادف وجود نداره. اول باید بگوییم که ریاضی فلسفی یعنی چی؟ ریاضی فلسفی رابطه بین روح و ماده است، رابطه بین زمان و مکان، رابطه بین گذشته و آینده است. حال سرحد بین گذشته و آینده است و همچنان میتونیم بگوییم ریاضی فلسفی را که رابطه بین علوم اجتماعی و علوم طبیعی ریاضی فلسفی است. اگر ما شما در نظر بگیریم علم و دانشمندا تا فعلا جهان مادی تحت مطالعه خود قرار دادند، اعداد از نگاه کمیت هم ازش استفاده هم بکردن. ما اعداد از نگاه کمیت هم کیفیت هم ازش استفاده کردیم و جهان مادی و معنوی تحت مطالعه خود قرار دادیم. اصلا یک احرام است که علوم اجتماعات ما در نظر بگیریم در اساسش تاریخ قرار داره، علوم طبیعی همچنان در اساسش ریاضی قرار داره. ریاضی زبان طبیعت است، تاریخ زبان جامعه است. در بین تو زبان 5 6 ثانیه و یا 1 قرن 2 قرن 3 قرن میلیون قرن و همچنان حادثات تاریخی با وجود میاد. حادثه تاریخی یک فکت است. مثلا 28% یک حادثه تاریخی در افغانستان یعنی استقلال کامل مردم افغانستان است که هیچ پس پیش نمیشه. نه تنها ریاضی یک علوم مثبت است، تاریخ همچنان. پس پایه‌های اساسی ریاضی فلسفی را تاریخ و ریاضی تشکیل میده که دیگر علوم ما درش داخل کرده. مثلا روانشناسی که یکی از بخشای مهمش است به سطح زمین، البته که انسان تحت مطالعه خود قرار میده. یکی فلسفه است، فلسفه از این اساس فلسفه ریالیستی است، یعنی رابطه بین ایدئولیسم و ماتریالیسم عبارت از ریاضی فلسفی است. اسلام ایدئولیستی نبوده، او یک فلسفه ریالیستی است، واقعیت پرستی است که ریاضی فلسفی را پایه اساسیش اسلام تشکیل میده. و سیاست است، یک چیز بسیار کوچک از این سیاست است، یکی از پایه‌های خودش. و همچنان اقتصاد است. ما در هر پاراگراف از این باید از کمی صحبت کنیم. روانشناسی یعنی انسان ما تحت مطالعه خود قرار میدیم. انسان ها را ما در دو کلاس دیم، رابطه بین روح و ماده بودیم. انسان از نگاه مادی و معنوی تحت مطالعه خود قرار میدیم. معنوی چیست که انسان ها روحشان در سه پاراگراف مطالعه میشد که روح آسمانیست که انسان هایی هستند که روحشان از آسمان آمده، مثل حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم
حضرت آدم و روحانیونه که تمام زندگی خود فدای بشریت میکنه. و دوم ما شما هستیم انسان‌های عادی که 50% برای خود کار میکنه، 50% برای جامعه، 60% برای جامعه کار میکنه، 40% برای خود. این کلاس تا بالا داره. انسان‌های سوم یعنی از نگاه روانی روحشان ایوانی است، ایوانات است که در قالب انسان ها آمده با از بین بردنشان او روح ندارن. این انسان ها از ایوان بدتر است و خاطر اینکه ما هیچ وقت ندیدیم که این ایوان ایوان خود هر قدر گشنه باشه شکار کنه، گرگ گرگ شکار نکرده. پس انسان عمل خود از بین میبره، این انسان ها از ایوان بدتر است با امقه مفکوره عالی شد. این انسان ها همچنان در دو کلاس تقسیم میشه، انسان های ایوانی، ایوانی تیوریکی است، ایوانی پرکتیکی است. تیوریکی یعنی اون دندان است که درد میکنه ما میتونیم بکشیمش با از بین رفتن دندان دردش گمش. اما تیوریکیش نیمسری است که اگر جور میشه اگر شما دکترهای تو بستیم بسیار مشکل است نیمسری از دندان کنه، دندان کنده میشه اما نیمسری مشکل تر است دردش. پس این انسان های پرکتیکی را ما مثل اتلر، استالین و همچنان پرکتیک تیوریش لیلنا میتونیم بگویم که هم در تیوری و این تیوری منفی بوده هم در پرکتیک که انسان ها را از دن بوده. و انسان های ایوانی از نگاه تیوری دوبارت است مارس، انگلز، لیلن که بدتر از ایوان بودن به جامعه بشری را با تیوریشان 2,500,000,000 انسان از بین بودن. یک کسی دکر بوده از ما گفت که سعید تربیت نشده بود سید جان، ما گفتم که اگر سعید تربیت نشد امروز جامعه بشری نمی بود. پس ای نزبات رساندم در اخ پاراگراف که مارکسیسم لینینیسم با ریاضی فلسفی بزباد رساندم که یک تیوری منفی است. و از نگاه انسان ها از نگاه مادی تحت مطالعه خود قرار میدیم، گفتیم که از نگاه معنوی این سه پاراگراف بود، از نگاه مادی همچنان انسان ها را در سه پاراگراف تحت مطالعه خود قرار میدیم که 160 آپارتمان که بلاک ما وجود دارد زمین دارای 160 آپارتمان است، یعنی دارای 160 مملکت میباشد، یعنی 160 زمامدارای کشورها در کلاس اول از نگاه مادیات یا از نگاه موقف قرار داره که پادشاه هاست، زمامدار هاست، رهبرهای سیاسی کشورها و رئیس جمهور هاست. انسان ها در این ما میتونیم در گراف موفق بگیریم میشه، چرا میتونیم بگویم پادشاه های خوبه، عادله، پادشاه های ظالمه و این میتونیم که رئیس های فامیل بگویم میشه، اکثر 60 فامیلی که جامعه بشری رو تشکیل میده. این اگر بگویم موفق، اولش امی اعضای بیروی سیاسی، خاندان شاهی، امی اشخاص هستیم در اطراف امی رهبرها قرار دارم. و انسان های دویش یعنی که اشخاص هست که توسط نمره، توسط تلفون خود، توسط موتر خود، توسط پول خود سرمایه‌دارا را قسمت ما قرار میدیم. این تمام احتیاجات خود را رفع میکنه، ما نمیگم که ظلم میکنه، استثمار میکنه، احتیاجات خود را رفع میکنه، توسط تلفون خود، توسط حتی برای همسایه همسینفی خود آپارتمان در بلاک 5 مکریان برش میده. این انسان ها. اما انسان های سیوم ما و شما هستیم که در طول تاریخ متمادی استثمار شده به نام هین و هان. این در کره زمین اکثریت انسان ها را تشکیل میده. من نماینده مردم عادی هستم در کره زمین به خاطر از اینکه ما از این مردم عادی برخواستیم.
این سابق میدیدن پولتاریا و یعنی پولتاری که پولی که از تار ساخته شده باشد، یک از آمرین سیاسی را گفته بودن که در این آمر سیاسی بر نخوره. در بیش وانزه بودم در سال 58 نو که یعنی کبیر سوز که آمد گفت که پولتاریا چی مانا؟ گفت پولی که از تار ساخته شده باشد. کارگرها را بکار گفت که خیلی پول خام است از بین میره تاریست. یعنی سابق پولتاری ها میگفتن آل ما مردم های عادی در کره زمین میگم من نماهندی از یاستم کسیست که من رئیس جمهور بوش هم دعوتنامهش رد کردم. یک از پونتاش موضوع افغانستان بود دیگه چیست که انسان های عادی در یک ماه و دو ماه و سه ماه رئیس جمهور را دیدن نمیتونن، پس اونا هم شما را دیدن نمیتونن که نماهندی ایتونن که بارد است من خدا نامانده. این در موضوعات روانشناسیست و در موضوعات تاریخ ما اول تاریخ افغانستان ما بود خود تحت مطالعه قرار دادم که آیا انگیزی میتونه که مرا قناعت بده که عساکر جنایتکار عساکر متجاوز اتحاد شوروی که با کمک انترناسیونالیستی دروغ و جعلیات 6 میلیون انسان ما را از بین برده، آیا میتونه که مرا قناعت بده که چه وقت ای عساکر کثیف از جامعه ما میره؟ پس بعد صلاح قدرت هاست، وقتی که لباس از کلیر می پوشیم تابع امر پدرتان نیستیم، تابع امر کماندان طوله ایتان هستیم. اگر بگوی فایل کن طرف پدرت مجبور استی فایل کن، پس از کرایش ما ملامت نمی کنم. ما ایدئولوژیش رد کردیم و محکمه کردیم. بالاخره تاریخ در توسط ریاضی در فرمول ریاضی انداختم گفتم در 15 فبرالی 1989 که در 16 یک عسکر شوروی نمیداشتی بالاخره یک تیداد مرمین گفت که خواه دیدی سید چی؟ من گفتم ریاضی را کنم میکنم بخاطر اگر از 4 مکعب بسازیم جمع 5 مکعب، جمع 6 مکعب، جمع 7 مکعب، جمع 8 مکعب، جمع 9 مکعب بسازیم کلش اگر جمع کنیم مساویست به 1989 فکس. اینی مکعبات ما پیدا میکنم در تصاعد الجبری هندسی. بالاخره تاریخ اتحاد شوروی را من مطالعه کردم که چطور میشه تاریخ اتحاد شوروی. دیدیم که با 35,000 سال تاریخ خود ادامه میکنه که با 35,000 سال تاریخ داره بسید. ما برای افغانستان 48,000 سال تاریخ کشیدم. یک از استادای پوانتون در کابل گفت که چرا افغانستان 48,000 سال تاریخ نداره؟ گفتم شوروی که 70 میلیون بکشه ما مجبور هستیم اکثر 40 میلیون بکشم شد. بخاطر از اینکه تمدن از شرق شروع شده 48,000 سال ثابت ساختم از افغانستان اصلا تمدن شروع شده و این اثراتش اینجا در ما شما در موزیم های ما ثابت است. من بدبختانه موزیم های ما 20% شما نیست، کلش ما در موزیم های لیلنگراد دیدم چیزی که موزیم های ما است. بعد از این تاریخ جهان هم مطالعه کردم، رابطه با این شهر و بالاخره تاریخ تقریبا 73 کشور جهانی را تاریخ شهر ما توسط ریاضی آموخت. بالاخره میتوانیم که این را انشاء بدم که تاریخ جهانی را در یک کمپلکس مطالعه کنم که انسانها سرحد ندارند. انسانها خودشان یک انسان هستند اما سرحد میسازند سیاستمدارها. و در کلاس فلسفه به اساس فلسفه ریالیستیست، به اساس فلسفه اسلام است، بودیزم است و عیسویت است که سه ذل یک مثلث جور میکنند که اگر در یک نقطه از زمین ببینیم یک احرام جور میشه که پس نقطه را که در فضا قرار بدهیم از سه مثلث ترسیمش کنیم یک احرام تشکیل میده. پس یک دین با تعقیب دیگر دین با تعقیب دیگر دین
دین مکمل او وارد از دین اسلام است. بس جان به طرف یعنی ریالیزم میره، یعنی مذهب جان عربی میکنه که این در موضوعات فلسفی است. اقتصاد همیست که میخواییم که در کشور خود اول همین معدنهایش استخراج کنیم. مملکت ما بسیار غنیست، میگه اقتصاد بسیار مارکس میفهمید، اقتصاد مشتقد بله چه قسم اقتصاد را میفهمید که از بیکفنی مرد؟ اول اقتصاد خود خوب نگذر، اقتصاد همسایه گردی. بس او غریب بود، همیشه غریب ها یک برای قصود میباشد، نمیخواید سرمایه دار. طبیعتا انسان از نگاه روانشناسی دید کلگی را به غریب بسازم، یک فرمول جور کرد کل دنیا را غریب ساخت. بس یک از پونتوهای است که دنیا را غریب ساخت. خواهی خسته نشین، چرا معرفشون ننازیم، تریبون زیاد گردیم، تختر تباشید است، ریاضی فلسفی است. دیگهش سیاست است، سیاست ریاضی فلسفی، سیاست مساله بین المللی است و وسط کشور مساله ملی، یعنی در جنگ نان علوا بخش نمیشن. ما شما چرا مثلا حیوانات با هم میسازن در یک جنگل، اون پاچای جنگل است اونوز، ما شما که یک برادر هستیم چرا ما شما جور هستیم؟ ما شما جور هستیم، اما یعنی تفرقه را انداختن، میگفتن انگلیس ها باز خوب بود، اما روس ها بخی دیگه تفرقه، که یکی را بنامیین یکی را بنامان. مثلا یک شاه شجاع از انگلیس روان کردن، یک شاه شجاع از روس روان کردن، شاه شجاع ها در این مملکت ما زیاد. این بود ریاضی فلسفی، زیاد گپ نمیزنیم، میخواییم که به اثبات بسنیم.